اگه من فقط بخوام مشهور بشم چی کار باید بکنم؟ واقعا سازوکار مسیر شهرت تو بازیگری چجوریه؟ اگه این موضوع براتون سواله جذاب، ادامه ویدیو رو با من باشید. سلام دوستان، به کانال اکتینگ جرنی سفر بازیگری خیلی خوش اومدید. من داریوشم رشادت، بازیگر، کارگردان و فارغ التحصیل تئاتر از هنرهای زیبای دانشگاه تهران. اگه تا الان کانال سابسکرایب نکردی لطفاً این کارو بکن و اگه از ویدیو خوشت اومد لایک کن، شیر کن، کامنت بذار و به دوستات معرفیش کن. به پیشرفت کانال و ماندگاری کانال کمک میکنه. حتما تو پیج اینستاگرامی actingjourney.dr و کانال تلگرامی سفر بازیگری یا اکتینگ جرنی که پیج هر دوتاش توی دیسکرایپشن یا توضیحات صحنه هست عضو بشید. تنها راه ارتباطی من با بچه ها فعلا از طریق این دوتا پلتفرمه. دوستانی که دنبال پک آموزش بازیگری حرفه‌ای می‌گردن بهتون به شدت پک آموزش بازیگری حرفه‌ای قدم به قدم رو توصیه می‌کنم که لینک تهیه کردنش و ویدیوهای معرفیش توی دیسکریپشن یا توضیحات صحنه هست. بریم سراغ موضوع امروز. ماجرایی که ویدیو قبل بهتون گفتم در مورد سلسله ویدیوهایی در مورد موفقیت قطعا هنوز هست و دو تا در میون، سه تا در میون، یکی در میون من در موردش حتما ویدیو میسازم، چون بعضی از موضوعات رو باید در مورد اون بسازم، بعضی از موضوعات رو باید در مورد بازیگری بسازم. دزدگیر چه صدایی میده. اما موضوع امروز چی شد؟ این موضوع برای من یه سوال اومد از یکی از بچه‌ها که تو انگلیس هم هست و گفته بود که من میخوام مشهور بشم چی کار باید بکنم. اتفاقا قبل از اینکه این کامنت به من برسه من یه ویدیو دیدم از یکی از بازیگرها، تام کروز، در تو اینستاگرام و خب خیلی برام جالب بود و دیدم این دوتا چقدر به هم ربط داره. رفیق خفن عزیز من، مسیر شهرت، من طرف صحبت من کسایی هن که تمام تمرکزشون، تمام توجهشون فقط روی اینه که من میخوام مشهور بشم، من دوست دارم شهرت داشته باشم. من سازوکارشو بهت میگم بعد خودت تصمیم میگیری که چی کار میکنی و یا چی کار نمیکنی. ما برای اصلا ماجرای شهرت یعنی چی؟ شهرت یعنی مشهور شدن، یعنی اینکه تو یه کاری دیگران انگشتشون رو سمت تو بگیرن بگن این، یعنی تو مورد توجه دیگران بشی. ما تو چه صورتی مورد توجه دیگران میشیم؟ وقتی که تو یه کاری به هر دلیلی یا یک اتفاق تبلیغاتی برامون افتاد تو یه چیزی دیده میشیم، توی یه چیزی مورد توجه قرار میگیریم، یا یه مهارت، یا یه اتفاق. مثلا گاهی وقتا طرف یه ویدیو توی اینستاگرام یا توی یوتیوب میذاره وایرال میشه، مثلا به واسطه اون مشهور میشه، دیده میشه، چه میدونم یکی لخت توی اینستاگرام بوده، یا چه میدونم یه اتفاقات مضحکی براش افتاده مشهور شده. ما همه مدل انواع و اقسام شهرت داریم، حتی یکی به بدی مشهور میشه. اما میدونم چیزی که تو مد نظرت شهرت در اشل خوب بازیگریشه، اما سازوکارش یکیه، خیلی با هم فرق نمیکنه. مسیری که قراره برای بازیگری و تو شهرت تو بازیگری قرار ادامه بدی اینه. بیش از 90% از ماها و اصلا اصولا کل آدما در ابتدا فکر میکنن که به یک چیزی علاقه دارن. یه ویدیو میبینیم، یه فیلم میبینیم، چه میدونم یه موفقیت از یکی میبینیم، میگم من دوست دارم فوتبالیست بشم، دوست دارم بازیگر بشم. هیچ اکت یا عمل فوتبالیستانه، کشتیگیرانه، بازیگرانه، خوانندگی، موزیسیانی، نوازندگی انجام ندادم ها. یک تصویر خوشبختی دیدم از یک نفر و منو اون خوشبختی اون آدم منو جلب کرد که منم میخوام فوتبالیست بشم، منم میخوام بازیگر بشم. ما فکر میکنیم در ابتدا که بازیگری رو دوست داریم و به هیچ عنوان تو نمیتونی فکرن و با ذهنت بفهمی چی رو دوست داری. تو مطلق محکومی به تجربه کردنش.
باید بیای تجربهش بکنی، فارغ از اون خوشبختی جذابی که تو رو مجذوب سینما و بازیگری کرد و اون شهرت اون آدم بود. قبول، تو همچنان دوست داری مشهور بشی. اصلا ما الان نمیخوایم قضاوت کنیم که شهرت بده یا خوبه. ما چیزی که سازوکار این که من فقط میخوام مشهور بشم و دارم صحبت میکنم در موردش. قلم اولش اینه، تو باید بیای تو بازیگری از طریق کلاس، از طریق چه میدونم دانشگاه، از طریق کلاس آنلاین، با کمترین هزینه باید بیای تجربهش بکنی، یک سال یا دو سال براش زمان بذاری که فقط به یک جواب برسی که آیا تو از بازیگری خوشت می آید یا نه. چون امکان نداره، امکان نداره که تو توی بازیگری خوب و خفن نباشی و به شهرت خیلی خفن و زیادی برسی. پس تو زمانی میتونی به شهرت خیلی خفنی برسی که تو بازیگری خوب باشی، و تو نمیتونی تو بازیگری خوب باشی مگر اینکه خودت رو وقف بازیگری کردن و تمریناتش و مهارتاش بکنی. و تو اگر بازیگری رو دوست نداشته باشی، تو نمیتونی خودت رو وقف این همه تمرینات سخت، تمرینات جان فرسا، بیشتر وقتا جان فرسا، طاقت فرسا بکنی. پس باید یه علاقه ککی باید بهش داشته باشی، یه کنجکاوی باید بهش داشته باشی که با عشق بری سراغ این همه سختی، با لذت بری سراغ این همه تمرینات. پس تو اول باید بیای این حرفه رو رفیق تجربهش بکنی. با چی؟ با هر چیزی که دم دستته. شده فوتبال رو تو خاکی هم تجربه بکنی میفهمی که به فوتبال علاقه داری یا نداری. پس باید بیای تجربهش بکنی. تجربهش که کردی، بعد به دو تا جواب میرسی. یا میفهمی که نه، من اون شهرت رو دوست داشتم، اون خوشبختیه رو من دوست داشتم، من خیلی هم به بازیگری علاقه ندارم. این جواب بی‌نظیریه. دیگه وقتت رو تلفش نمی کنی، دیگه وقتت رو میذاری برای یک چیزی که میری سراغ یک چیزی که یه چیز دیگر رو امتحان میکنی. و مدیرعامل رئیس شرکت علی بابا، اسمش یادم رفته، میگه سن 20 تا 30 سالگی سن تجربه کردنه برای اینکه مسیر و راه خودتون رو پیدا کنی. و ما ناگزیریم به این که تجربه بکنیم، بخشی از زمانمون رو بذاریم برای تجربه کردن که پیدا بکنیم مسیرمون رو. این وقت، وقت تلف کردن نیست. وقتی که تو برای یه حرفه زمان میذاری، یک ماه، دو ماه، سه ماه، یک سال، دو سال، که بعد میفهمی که این حرفه مال تو هست یا مال تو نیست، که اصلا ذات این حرفه رو، انجام دادن این حرفه رو، این عمل رو دوست داری یا نداری. پس اگر به این جواب رسیدی که مال تو نیست، برد شیرینیه، باور کن. اون وقت میری سراغ نکست، میری سراغ یه حرفه دیگه، تا اینکه کم کم اون چیزی که مال درون توی پیداش بکنی. ممکنه تو بازیگری نباشه، توی رشته هنری دیگه باشه، یا اصلا به عشق بازیگری میاد، بعد میفهمی نه، مثل اینکه کارگردانی از تو برمیاد، یا نویسندگی از تو برمیاد، یا طراحی صحنه از تو برمیاد، یا گریموری از تو برمیاد، یا رشته های جانبی، رشته های مربوط به سینما و تئاتر، یا نه اصلا کلا میری سراغ یه هنر دیگه، میری سراغ موسیقی، میری سراغ رقص، یا رشته هنری دیگه، یا کلا از وادی هنر میکشی بریم سراغ ورزش ها یا بیزنس یا هر چیز دیگه ای، اما میفهمی که مال تو هست یا مال تو نیست. این یه دسته. دسته بعد اینه که تو با اون عشق شهرت اومدی، حالا یکی دو سلام اومدی تو بازیگری، میگی که نه، با حاله، خوشم میاد از بازیگری، از تمرینات بیانش، این جمع ها، با همدیگه آواز میخونیم، ای آواز خوندن اینجا یه تمرینه، بله تمرینه، ای صدامونو آزاد میکنیم، حرکات موزون میریم، میرقصیم، چه میدونم خودمونو شکل درخت میکنیم، روح اجسام رو درک میکنیم، انواع و اقسام تمرینات تخیل میکنیم، ریتم رو تمرین میکنیم، شخصیت پردازی رو تمرین میکنیم، ادای آدم ها رو در آوردن، خلاقیت رو تمرین میکنیم، بعد با هم بودن، رفتن تو تئاترها، تو فیلم ها، رفاقت هاش، جمع هاش، رشد هاش، سختی هاش، شکست هاش. میگی من دوستش دارم، آره کنجکاوم، گوره بابای شهرت، من دوستش دارم این حرفه رو. وقتی به این کنجکاوی رسیدی، باز هم میگم اشکال نداره، با اون عشق شهرت اومدی ها، ولی میفهمی که نه، خود حرفه مثل اینکه جذابه، تو فهمیدی که این حرفه مال توه،
اینجا مهمترین قدم رو برداشتی، میفهمی که حرفه توه، رشته توه. از اینجا به بعد میری سراغ مسیر حرفه‌ای شدن و مشهور شدن که من الان بهت میگم.